علت آفتاب سوختگی میوه ما شما مخصوصا میوه سیب چی هست و چگونه ما شما ایره میتونیم کنترل کنیم تا میوه های با کیفیت تولید کنیم؟ آفتاب که میایه میسوزانه و ما شما باید کاری کنیم که نسوزه، مقاوم شود. چه کار، چه فعالیت هایی رو میتونیم انجام بدیم؟ اگر در این مشکل داریم تا آخر با ما همراه باشید. سلام به همه شما عزیزان، امیدوارم در هر گوشه دنیا که هستین شاد و صحتمند باشین. دوستای خوب من، در رابطه با آفتاب سوختگی دو علت اساسی وجود داره که باعث سوختن پوش میوه های ما شما میشه و بالاخره باعث گندیدن و پوسیدن میوه ها میشه که هم باعث بدشکلی، بدفرمی و همچنان باعث کاهش وزن و شیپ و فرم میوه ما شما رو به هم میزنه، کاملا از کیفیت میندازه، نگهداری نمیشه. فورا اگر استفاده نشه و بخوایم نگهداری کنیم یه گنده و پوسیده میشه. پس عاملش چی هست؟ دو علت اساسی وجود داره. یکی خب معلوم است، گرمای بیش از حد. وقتی درجه حرارت خیلی بالا میره مشکلات خلق میشه، مثلا مخصوصا برای درخت سیب، مثلا از 30 درجه سانتیگراد وقت درجه حرارت بالا میره، سیب ها پوششان احتمال زیاد داره که به آفتاب سوختگی گرفتار شود. این گرما از یک طرف که درجه حرارت بالا میره، از طرف دیگه خوب تولید نور آفتاب هست. شدت تولید نور آفتاب باعث سوختن میشه. مثلا در کشورهای اروپایی که آفتاب کم هست شاید آفتاب سوختگی با وجود نیاید و در اکثر کشورهایی که یک مقدار از روز دورتر واقع شده و اونجا آفتاب کمتر هست، مخصوصا در کشورهای آسیایی آفتاب سوختگی بیشتر وجود داره. خب حالا ما شما چگونه میتونیم اینو کنترل کنیم؟ خب ما شما نمیتونیم که جلوی نور آفتاب را بگیریم یا درجه حرارت را پایین بیاریم. کدام فعالیت ها را میتونیم؟ بعضی از فعالیت ها را انجام داده میتونیم که حداقل باعث کاهش ضرر و کاهش آفتاب سوختگی میشه. کدام فعالیت هست؟ با فعالیت های همه جانبه، مثلا محافظت و مدیریت. ما شما مدیریت درست در باغ داشته باشیم و از باغ خود درست محافظت کنیم، خب حداقل در مقابل گرما و آفتاب، شدت نور آفتاب میتونیم محافظت کنیم. که 7 راه اساسی وجود داره، 7 روش وجود داره که اینا رو شما انجام بتین، احتمال خیلی زیاد داره که میوه های خود را از آفتاب سوختگی نگهداری کنین. موضوع اول برمیگرده به احداث و نهالشانی شما. شما اگر میبینین در قریجات شما و در امسایگی شما میوه ها را آفتاب سوختگی میگیره، شما باید قطار درختان خود را مطابق به نور آفتاب در نظر بگیرین. مثلا فاصله درخت را به شمال و جنوب و فاصله بین دو نهال را به شرق و غرب در نظر بگیرین. وقتی که از شرق آفتاب میبراید، نهال ها خیلی نزدیک همدیگر باشه که یک نهال به نهال دیگه سایه افگنده باشه و این سایه کردن باعث محافظت میوه ها میشه و باعث تولید رطوبت میشه و بالاخره حداقل عمویی که در اول صف قرار داره ممکن آسیب ببینه، ولی این به دیگری سایه میکنه. یعنی قطار به شمال و جنوب و درخت ها فاصله شان به شرق و غرب باید باشه، که یک از روش ها. روش دوم هم، میوه وقتی که آفتاب سوختگی میگیره یک پوش در روی میوه وجود داره، اگر متوجه شده باشین که اکثرا سیب را نوشجان میکنه، پوش را دور میکنه، این به نام کیوتیکل میگه، پوش میوه هست و وقتی که آفتاب میایه مستقیما این مورد اثر قرار میده و او آب خود را از دست میده، مستقیم نور آفتاب میایه، این حرارت و همچنان آب خود از دست داد، خشک میشه و سیاه میشه، رنگش قهوه‌ای میشه و بالاخره این میوه ما شما را یا میفته یا این که همون رقم میمونه و از بین میره. خب ما شما تنها راه حلی که وجود داره محافظت از کیوتیکل، یک از راههایش پوش کردن هست. شما اگر متوجه شده باشین اکثریت از باغدارانی که در چین هست، اینا میوه های خود را پوش میکنن، تمام میوه هایی که انتخاب کرده پوش میکنه و بر راحتی 100% از آفتاب سوختگی کنترل میشه. موضوع سوم، شما اگر گردش هوا را در باغ ایجاد کنین، این باعث میشه که درجه حرارتی که گرما اینجا با وجود میآید و نور آفتاب هست، اینا را مقدار و شدتشان را کم میسازه. مثلا گیاه هرزه، علفه های آشغال، گیاه های آشغال را در داخل قطار درختان خود اجازه ندید. درخت زمین در کل باید پاک باشه که بتانه
این در اینجا جریان هوا با وجود بیاید و حداقل گرمایی که در اینجا تولید میشه، گرمایی که در اینجا جمع میشه، مشبوع میشه، اینا با باد این طرف طرف رفته و شدتش کاسته شود. موضوع چهارم آبیاری هست. دوستای خوب من، شما ایره دقیق میدونین که در زمان گرما وقتی که درخت گرم میآید آبیاری کنیم. آبیاری باعث میشه که در زمین تزریق شده بعد حرارت ایجاد میکنه، تفت ایجاد میکنه و اینمی تفت و حرارتی که ایجاد میشه باعث میشه که گرما را از اندازش از سطح باغ بالا ببره. یعنی مثلا وقتی که در اینجا فضای مرطوب و رطوبت تولید شد، گرما در اینجا زیاد نمیآید و در سطح بالاتر قرار میگیره، چون رطوبت وزنش سنگین هست در محیط باغ، در اینجا پراکنده میمانه و گرما از سطح باغ شما بالا میره. به محضی که شما همیشه اینترنت را چک کنین، دما را چک کنین، میبینین که هفته پیش روی بسیار گرم است، شدت گرما ممکن است به درختان شما آسیب ببینه، آسیب بزنه، همون موقع باید آبیاری کنین، عمیق آبیاری کنین، هر چند روز بعد باید آبیاری کنین از آفتاب سوختگی و حتی درختان شما را از سوختن شاخ و برگ و آفتاب سوختگی کامل تنه درختان هم جلوگیری میکنه. موضوع پنجم هم ایجاد کنوپی بزرگ درخت است. یعنی درخت ما و شما باید کوشش کنیم که سایبانش بزرگ شود. سایبانش امو خودی استرکچر یا ساختمان درخت است. شما میبینید که درخت وجود داره، ما شاخه هاش از اطراف کم میکنیم، باعث میشه که اینجا نور آفتاب بیشتر به میوه ما شما برسه و میوه ما شما را آفتاب سوختگی بگیره. پس در مناطقی که گرم است آفتاب سوختگی وجود داره، هر قدر که درخت اما شاخ و برگش کلان شوه، گسترش پیدا کنه، همونقدر میوه ها در امنیت کامل از شر آفتاب است. موضوع ششم هم هرس هست. هرس تابستانی را در کل باید انجام ندین و در کل مثلا در فصل بهار هرس سبز یک مقدار انجام میشه، ماه آخر بهار و همچنان در فصل تابستان اصلا شاخ و برگ درختان خود را قطع نکنین، چون باید تعداد شاخه ها زیاد باشه، کنوپی یا سایبان درخت زیاد باشه تا اینکه اینا بتونه بر درخت و میوه شما سایه بندازه و میوه شما محافظت شود. موضوع آخر هم این هست که شما باید از خود میوه خود محافظت کنین در سایه. یعنی به این معنا که در وقت اول رشد میوه ها میبینین که این میوه ما و شما در معرض نور آفتاب است، اون رو میتونین قطع کنین و میوه هایی که در سایه هست اونا رو بیشتر کوشش کنین که محافظت کنین. مثلا در یکه‌کاری میوه شما وقتی متوجه میشین که درختان شما مبادا به آفتاب سوختگی گرفتار شود، بیشتر میوه های را یکه‌کاری کنین که در معرض نور آفتاب هست و اونهایی که زیر سایه هست اونا رو نگه دارین، که مخصوصا برای درخت های انار و محافظت درخت انار در آفتاب سوختگی این بسیار یک تکنیک خوب هست که بیشتر شما میوه ها را در سایه نگه دارین و رشد و پرورش بدین. خب دوستای عزیز، هفت روش بود که شما میتونین با آفتاب سوختگی و شدت گرما مقابله کنین و میوه های خود را نجات بدین و با کیفیت عالی برداشت کنین. و حالا اگر ویدیو برای شما جالب و دلچسب قرار گرفته بود، حتما لایک کنین تا اینکه با ما انرژی بتین و همچنین کانال رو سابسکرایب کنین تا اینکه ویدیوهای جدیدی که ما میسازیم اونها جانمانین. تا ویدیوی دیگر، خدایا رو نگهدار شما.